خانم ماشاءالله. آقا رفتی پیش آقا متین؟ جاهزی خریدم ولی خوب نداده. یه دونه یخچال داده، یه دونه تلویزیون داده، دو تا تخت فرش، یه دونه گاز. ببینم. خب خوبه دیگه، چی باید میدادم اگه؟ شما خودت دخترت با این جاهزی رها میکنه خونه شوهر. آخه همه عروس دامادا اول با همین اقلام اصلی شروع میکنن، کم کم تو زندگی باقیشو میخرن. من شوهرم یه خورده گنددم آقا، یه خورده عقده ایه، بعدن سرم میزنه سرکوب میکنه، من نمیتونم آقا. خیلی علامتم زد. خیلی خوب، یه تماس دیگه با آقا مهدی بگیر پروانه جان. این خدمت شما. چشم. در خدمتم. نفر بعد. وقت اومده؟ تازه اومده بابا، یه چند روزی میشه. تحت نظر باشه تا وقتش عمل کنه. چشم، خیالتون راحت باشه. بلان کنید، اینه مرتی که تو چرا انقدر کله ای؟ من تازه شهر دیشب یه خلاص شدم. شما چرا انقدر سیریشی؟ تو یه روز سه بار بدی خواستگاری، من گفتم نه، گفتم وایس دادم در خونه من برم نو بگیرم بیام. اومدم میدم خونه رو گل کاری کردی، ماشین رو گل زدی. آره بازو دیشب یه بار روی داشت تو چی گردن خلاص کرد حالا که رکت تو فیزه همه بیدار شو، بیدار شو. کجاست؟ کوکو دوباره خواب عروسی دیدی؟ این بار دیگه با کی؟ این جدید بود، چقدر سیریش بود. بهش گفتم در واسه برم نون بگیرم بیام، رفتم برگشتم دیدم خونه رو گلکاری کرده، ماشین عروس درست کرده. مرد کی؟ حسابه. نون خورده به دماغت. دارم نون داغ می‌کنم. بیا. این کجا رفت؟ این دیگه کیه؟ فرشید. این رفت، الان نیم ساعت رفته. کجا رفته؟ سر کار دیگه. فرهاد. میگم بین خودمون باشه، این بچه ناراحته، داره پیش تو وانمود میکنه که از کارش راضیه. مامان برای چی باید واسه من وانمود کنه؟ میگم دیگه برای که اذیت نشی دیگه، چه میدونم فشار بهت نیاد. اذیت نشی، فشار بهت نیاد. مامان من قربونت برم، تو چقدر ساده ای آخه. مامان من تو چقدر خری، بلا نسبت سادگی گذشتی. چه هول و بلایی دوباره سر صبح افتاد تو دل من. باشه بیا الان نون سرد میشه، بیا. قربونت برم که پیش من هستی. مردی که همیشه سرش انداخته من اینجا رو گل کاری کرد، همه خواب نرم و نازک میرم و خواب یک گردن هرکی خورده بود افتاد تو گردنش. اینم که اصلا نه تو خواب هیچ وقت نیست، نه تو خواب نه تو بیداری. خیلی ممنونم. سلام علیکم. سلام علیکم، احوال شما؟ همه چی خوب آقا؟ قربون شما. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام دکتر. سلام آقای نیکسا، دکتر هیئت چینی تو راهی که قرارداد رو امضا کنیم. منم قرارداد اصلاح شده از بخش حقوقی گرفتم، یه مطالعه کنین اگه خوبه. بسیار خوب. نه خوبه. سلام علیکم. سلام علیکم.
اون دو تا بندی که برخلاف منافع کشور بود لحاظ شده درش یا؟ بله اتفاقا بچه های حقوقی گفتن که آفرین به دکتر که انقدر نکته بینن، ما هممون نفهمیده بودیم. بسیار عالیه، نه مشکلی نداره، آماده امضاش هست. خیلی صبحونه من چی شد؟ صبحونم داره میاد، مترجمم دیگه نگفتم بیاد، برای اینکه سلام علیکم امضاست عزیز آقا نوست صبحونه دکتر رو لطفا. بله بله اتفاقا نون دو ساعت سنگه داتاشی دکتر رو میزه برم چای بیارم. بله بفرمایید. بفرمایید. باشه پس مترجمم نمیخواد. آره دکتر فقط این که این برنامه بود تلویزیون شما دیدی؟ نه در مورد تلویزیون اصلا نمیخوام چیزی بشنوم، با هم صحبت نکنیم بهتره. سلام آقای بهار. سلام دکتر. حال شما خوبه؟ فیلم آقای دکتر رو دیدیم؟ این ماجرا که گفتم به دالا از اولش یه چیز دیگه بوده. سلام، علی سلام. بابا زور به خیر، آقا فراد تشریف آوردین سر کار، دم شما گرم. کی بیدار شدی؟ کی اومدی؟ چرا منو بیدار نکردی؟ ببین علی، اینه دیگه، ببین اینجا تشکرشه. از صبح تا حالا اومدم جای سرکار دارم کار میکنم، مردم تشنه موندن یه چایی دست قرقلا ندادم. خب خسته نباشی. خب بول لباسم از خون بیا من باید برم. خب تو که وایسا دیگه چند دقیقه وایسا میخوام برم پیگیر بامون میشم. خب بابا من کار دارم جون دایی، دست دم. آقا ببین نگاهش رو بیا جلو، خیلی بی‌مسئولیته. هم بچگی همینجوری گرفتمش به دندون دیگه علی جون. خدا کسی رو بزرگ فامیل نکنه. عجب آدم نامردیه. تو همیشه میگه تو براش درد سر درست میکنی. جون من؟ جون تو؟ ای خیال بابا، میخوای به همه بگم چه آدم مشتی هستی؟ هر جا نشسته پشت سرت صفحه گذاشت. نه بابا اون نمیفهم من داییشم، من که میفهمم اون بچه خواهرم. خرابش نمیکنم. برو داداش برو. Welcome to Iran. 什么? Welcome to Iran. Please go back with me. I'm very happy to work with you. I hope our cooperation will be more widespread. دکتر شب کلنگ زنیدی میشه. Excuse me, it's too late. We have another project. Project, yes. Thank you. من نزدیک 21 سال دارم توی مجموعه خدمت میکنم. مدیری لایق‌تر و باهوش‌تر و باسوادتر از شما ندیدم. خیلی از مدیرا اومدن و رفتن. یه سونو هم بلد نبودن صحبت کنن قربان. آی نیکبخت دیدین که آی دکتر مثل بلبل انگلیسی صحبت میکنن. خاطر شریفتون هست که قربان شما اومدین اینجا، آنجا بیغوله بوده، خرابه بوده. آخر دیگه اقراقم نکنه آقای رسولی، ولی خب اوضاع خوبی هم نداشت. بله و شما آبادش کردید. بله که خواسته بودین و من آوردم خدمتتون. چه؟ اجازه بدید این دکتر این که خط و خش بندازه پشتتون رو نگاه کنه. چپ یه خورده پایین‌تر. همجا خوبه؟ آخ عالی. یه نامه گفتیم بیارم مال این سنوات و بازنشستگی دوستان آوردم خدمتتون که امضاش بکنید. فقط این یه موردی داره دیگه. موردش اینه که 3-4 نفرشون التماس دعا داشتن. برای چی التماس داشتن؟ گفتن اگه بشه بیشتر بمونن یه 2-3 سال. یعنی من کار غیرقانونی میکنم؟ خاک تو سرم، من کیه همچه؟ چرا دیگه منظور دارن همین؟ نه اصلا من منظوری نداشتم، اونا گفتم من فقط انتقال دادم همین. شما خیلی بیجا کردیش، اونا میگه نمیدونن من کار غیرقانونی انجام نمیدم. چرا با؟ این همه سال داریم با هم کار میکنم، من تا حالا خلاف کردم. بله 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 دقیقا میدونم، حرف اصلا حرف شماست، یه امضا مینیاتوری بندازی من دیگه رفتم. بله گفتم اتفاقی که افتاده گفتن که اسم شما هم این تو باشه. چی؟ البته بوده، من خط زدم ها. ببین شماره که اسم من چی؟ میدونی اینا اشتباهی، من 4-5 سال دیگه وقت دارم. نه دیگه اینا اومدن یه سابقه برای شما در نظر گرفتن، سابقه نگهبانی و از این چیزا. یعنی چی آقا؟ من 4-5 سال قراردادی بودم من در ابتدا، بعد خواستم اینو برای سنوات من لحاظ بکنن، برای مدیریت که موافقت نکردن. درش بیار آقا جان، درش بیار دیگه، درش بیار. چیو؟ سنواتم آقا کجا؟ آقا سنوات اینجا. بفرمایید. نامه زدم یعنی اینا؟ دقیقاً نامه زدم. بله. آچه
بعد دکتر نگاه کن یه جوری نامه رو نوشته انگار شما 5 سال کارت فقط این بوده که دگمه رو فشار بدی این گیت بره بالا. همین آقای نیکبخ، من اونجا مسئول بخش بودم. من که میدونم این کار جناب مخالفه. خاک تو سرش. اینا میخوان منو خورد کنن. همین خیلی بازی بدیه این دکتر. من بازی کثیفی رو شروع کردم، من این بازی رو ادامه میدم، چنان اینا رو بکوبم زمین که خودشون نفهمن از کجا خوردن. بچرخم تا بچرخی. دکتر میشه حالا خواهش کنم شما هیچ کاری نکنی برای اینکه غضب شما اینا رو بگیره؟ اینا بدبخت میشن. اجازه بدید من خودم میکنم، یه کاری میکنم نتونن از جاشون بلند شن. نه نه نه، من خودم اقدام میکنم. به من اجازه بدید دکتر. این مورد من خودم اقدام میکنم آقا، من خودم اقدام میکنم. شما باشی دکتر، هرس نخور لطفا. لاکن قرمز شدی بمیرم الهی. این برنامه ها رو میخوای بندازم عقب بعدن بریم؟ آقای نیکبخت، تحت هیچ شرایطی خدمت به مردم رو متوقف نمیکنیم. چند بار به شما گفتم دکتر اجازه میدید من اینو بنویسم برای؟ برو آقای نیکبخت، برو بعدن یک جای دیگه بنویس. بفرمایید. بفرمایید. دست شما درد نکنه. باری چشم. نیکبخت جان. جانم. جز شما کسی اینو ندیده دیگه؟ نه دکتر، خیالت راحت، این از فکس اومد بیرون، من دستم گذاشتم روش، تا همینجا دستم روش بود اومد. خیالم راحت باشه. راحت باشه. بابا چی شد گفتی بهش؟ گفتم بهش منتها زیر بار نمیره، میگه من رئیس بودم. نبوده؟ نه بابا، ببین اینها من کپی نامه رو دارم. این مهمترین کارش این بوده که دکمه رو میزده گیت میرفته بالا. آخو نگهبان. جانم بفهم. بله چشم. با وزیر کار دارم. خیلی خیلی من رفته. ببخشید غرض از مزاحمت جناب وزیر، من این ماجرای بله این به ریاست فدراسیون ورزش های حوازی، بله من میخواستم بگم که این جزء مشاغل دولتی محسوب نمیشه. بله فرمایش شما متینه، درسته، اما بنده به اصرار مدیران ارشد وزارت ورزش به کارم ادامه دادم، چندین بار استعفا کردم، مورد قبول واقع نشده. بله فرمایش شما متینه ولی اونا قبول نکردن. بله بله چشم، برو نزدیکتر. آها همینجا نگردش دار، بگردار یه پلاکی زوج میخواستم، میتونی ردیف کنی مثلا؟ از طرف کی اومدی؟ رسول. کدوم رسول؟ سیبیل شاه عباسی. آها اون که زوج میخواست. آره میدم. آره رفیق رسولی. بله خلاصی. گفتش اینجا خیلی بلشت زیاده، خواهش میکنم یه بلاک زوج برام ردیف. آقا فرشید چرا اونجوری نگاه میکنی؟ شک داری ماموری چیزی باشم؟ حرفتو نشنیده میگیرم. من با هم مرده باشم که با یه نگاه آدم ها رو نشستم. بله شما ماموری از طرف حراست هم اومدی که با من یه زدوبند ساده کنی، وسط زدوبند مچ منو بگیری ببری. الان همکارات دارن از تو اون دوربین ما رو نگاه میکنن. یه بای بای کن واسه شون. بای بای کن. بای بای میکنی؟ سر کارت گوشتم بابا. آره بابا معلومه تو یادم بدبخت بیچاره. خدا با بدبختی قرض قله ماشین خریدی میخوای بری تو زوج و فرد کار کنی مسافرکشی کنی. دمت گرم دمت گرم. الانم یه پلاک زوج میخوای غیر اینه؟ نه دقیقاً گرفتاری دیگه. یه کاری واسه ما بکن. نگران نباش، ما کار غیر قانونی نمیکنیم که بترسی. میدونم ولی خارج از عرف و سیستم اداری نباشه. نه نه ببین ناگو سیستم اداری خارج از عرفه. ما مردم بدبختن، باید اجازه بدی هر کی هر پلاکی دلش میخواد انتخاب کنه، شمارش هم خودش بنویسه. چه اشکال داره داداش؟ کار مردمه، دروغ نمیگم. چرا مردم رو گرفتار میکنم واسه یه پلاک مجبور شه 200 تومن بده؟ 200 تومن؟ بعد رسول که 100 تومن گرفته بود. آقا اون مال قبل بود، دلار رفته بالا. ای بابا چه رفتی به دلار داره آقا فرشید؟ آقا ما کار اون با دلاره، نمیخوای نخوام منم تابلو نکنم. آقا فرشید آقا نمیخوام، ما کار پلاک نمیکنم. باشه باشه 200 تومن میدم دیگه. حالا واقعا میتونی کاری بکنی یا نه؟ اینم نشینه میگیرم. تو فکر میکنی من این لباس رو پوشیدم یه خدماتی سادم آبیاچی هم واقعا؟ نه شک کرده بودم خدماتی نیست. من مأمور ویژه آقای نظامی هم. نظامی که؟ رئیس حراست کل پلاکا. نه من فرزاده شم. شاهد یک مرکز. آقا من فکر کنم دارم ما رو میپنم، بیبریم این دارم. آقا سریعن اعتبارش بینیم. این چیه؟ نیسیمه قربان دریافت شد، دارم میارم خدمتتون. چی بود؟ با
دایی جان بودن، گفتن با هم بریم پیششون. دایی کیه؟ سرنگ نظامی، مگه دایی شما نیست؟ چرا داییمه؟ بهش بگین که من خودم میام، یه سری کار دارم انجام میدم میام. نه، گفتن الان بریم. داری به وظیفت عمل میکنی، ولی من همون اول فهمیدم شما ماموری، درسته؟ چرا این کارو کردی؟ آقا من داشتم سر کارت میذاشتم، خواستم باهات شوخی کنم، معذرت میخوام آقا. ببخشید. بذار من برم دیگه. بفرمایید. آقا اصلا کار من نیست که کسی نمیتونه بلاک جور کنه که سیستماتیک معلوم بود سر کاری داشتم. شوخی میکردم بابا، بی خیال شد دیگه. آی 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 آخ پام 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 گرفت، پام گرفت، من استرس میگیرتم، پام میگیرتم، پام گرفت، آی آی دستم 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 دستم. آقا اسمت چیه؟ چیکار داری؟ آقا اسم تو بگو. مهدوی. نه اسم کوچیکه. رضا. رضا جون، جون مادر، جون بچت، آبرو منو نبر. بریم من. رضا چرا بریم بین خودمون حلش کنیم؟ آقا رضا دارم میگم، آقا رضا. باریکلا. اینا تالا کجا بودن؟ دکتر اینا چند تا جوونن که یه شرکتی تأسیس کردن، کلی هم اختراع دارن. مثلا یکی از کارهای بزرگی تو عرصه صنعت انجام دادن، با فناوری نانو یه پارچه تولید کردن که نه میسوزه، نه چروک میشه، نه آب میره، نه پاره میشه. پاره هم نمیشه؟ به هیچ عنوان. به هیچ عنوان. نه، منظورم این که خیلی مقاومه، یعنی مادام العمره، جوری که مثلا اگه اینا به تولید انبوه برسونن میتونن اصلا اشتغال زایی بشه تو شکل کل کشور. البته جسارتا اینجوری به نظرم بیشتر اشتغال زدایی میشه، چون همه نساجی ها دیگه بدبخت میشه. نه ربطی نداره، اتفاقا یکی از برنامه‌هاشون اینه که از خط تولید تمام نساجی های کشور استفاده کنن. تکلیف کارگاه کوچیک تولید پوشاک چی میشه؟ اگر شما یه پارچه‌ای بسازید که دوام داشته باشه، مادام العمر باشه، پاره نشه، هیچ طوریش نشه، خب اینا بیچاره میشن که؟ نه، این پارچه خیلی گرونه، اصلا به درد لباس معمولی نمیخوره. برای آتش نشانی و نمیدونم قواسی یه جور صنعتا استفاده میشه دکتر. آقا تمام اسناد و مدارک رو از ایشون بگیرید، ضمیمه کنید، بدید دایره تحقیقات. که اگر صحت داشت هماهنگی بشه که بهشون تسهیلات بدن. فقط دکتر جسارتا به نظرم بهتره که پاره بشه. چی؟ پارچه؟ آها. آرزو جان سلام علیکم. من تماس میگیرم. یا الله. چرا آقای نیکبخت؟ خب دکتر برای اینکه ماهیت پارچه اینه که پاره بشه. پارچه‌ای که پاره نشه باید بهش شک کرد. شما مثلا آبو در نظر بگیر. آب یا بخار میشه یا یخ میزنه. شما خودت آبی که نه بخار بشه نه یخ بزنه بهش شک نمی‌کنی؟ نه. نه خیر. همون نه. بر. آلماندس. شده ما تا حالا چشو گوش بسته چیزی رو قبول کنیم؟ خاک تو سرم دکتر، من کی همچین حرفی زدم؟ گفتم شاید این دفعه چون آقازاده باشه. آقازاده باشه هر کی باشه، این حرفا چیه؟ ناصر جان شما یک تیکه از این پارچه رو میارید، یک نمونه کامل میسپریدش به آزمایشگاه تحقیقات. همه ی آزمایش ها، تاکید میکنم دونه به دونه ی آزمایشات به طور کامل روی میزم باید گزارش شه ببینم. اگر صحیح بود، صحت سقمش تایید شد توسط تحقیقات، ما به اینا تسهیلات میدیم. اگر غیر از این بود، آقا ناصر دوستانش میرن دوباره تحقیق میکنن، تلاش میکنن، آزمایش میکنن تا به یک نتیجه درستی برسن که استحقاق چیو داشته باشه؟ تسهیلات. بسن بفهمید. آقای رسولی هماهنگ کرد برای نماینده استاندارها؟ بله دیگه، الان منتظره. شما فقط دستور بدین که رابطه. خیلی خوب، خیلی خوب. بابا جان شما برو پیش سوال خانم دریا رو ببوس. چشم. این سوال خانم عروس همه دریا هم نوامه ها. بله بله. اشتباه نه؟ نوامه جون. سوال عروس هم. آره. بفهم. دکتر خدا. خدا نگهدار. خدا نگهدار، سلام. خوش اومد. منظور شما از این حرفا چی بود؟ منظورم اینه که از تو حمایت بکنم. از بابا تو زیر بار چیزایی که شبیه بنوفه نمیره، دست انداز میندازه. درسته تو پسرشی، ولی من بیشتر میشناسمش. دکتر بلوف وزیر نیست. آقا بلوف چیه؟ کجای اختراع بلوف؟ هیچوش بلوف نیست. کجاش بلوف؟ این پارچه نمونه ایرانی خارجی نداره. میخوای برات سفارش بدم؟ نه نیازی نیست شما سفارش. برداشتین یه آبشین گول زنک بهش اضافه کردین، فکر کنین دکتر گول میخوره. دروغ نگفتم که. آقا این پارچه مقاومه، به این راحتی پاره نمیشه. آفرین، همین رو باید بگی، باید بگی مقاومه. همین. ببین شهریه کوچک، تو غصه نخور، من درستش میکنم. فقط این شهر که همینجور که من هوا تو دارم، دام هوا می داشته باشی. در خدمتتون. یا الله. بفرمایید. دمنوش گلگاب زبون، تبدد اعصاب، آرامش روان. دست شما درد نکنه. چه زحمت کشیدی. زحمتی، رحمتی.
همچین تخت گاز داری درس بخونی ها. بله. یکم به فکر چشمتم باشی دیگه. چی داری میخونی حالا؟ او انگلیسی. پس do you speak English؟ بابا you can. How is everything with you, Miss Ava? Video. Stop. آره من یه چند روز دیگه امتحان زبان دارم. ان شاء الله قبول میشی، با نمره 20 هم قبول میشی به حق 5 تنه. یا الله و یا الله و یا الله و لا و لا. جواب این دانشگاه چی شد اومد؟ دانشگاهه؟ آها جواب کنکورمو میگین. یه چند روز دیگه جواب اونم میاد. اونم با موفقیت ان شاء الله. دوست داری دیگه نه درس بخونی؟ بله. اون وقت برنامه ای چیزی واسه زندگیت نداری؟ درس خوندنم خودش یه برنامه ایه دیگه. منظورتون چه برنامه دیگه ایه؟ نه یعنی میگم کاری، مادی، شوهری، موهری. کو شوهر آفاق جون؟ بابا الان همه از ازدواج فراری هم. کی فرار کرده؟ بکنه من دستگیرش کنم. الان جوونا یا دارن درس میخونن یا همینطور علاف میچرخن. ازدواج نمیکنن، از مسئولیت میترسن، هزار یک چیز دیگه. بله جوون بی مسئولیت که زیاد داری. خیلی دودی و دمی و بشکن و بالا بندازی و خب از اون برم جوون مسئولم زیاد داری. بله همچین تمیز، اهل خون زندگی، نظیف، پاکیزه. بله حتما هست. دوباره هم این دوروبر خودمونم داریم، مهندس هم داریم. ای خدا یه دونه از این خوب مهندساش هم ایشالا گیره من بیاد. مرگ آفا اگه مهندس تمیز نظیف باشه تو ازدواج میکنی؟ پیدا بشه چرا که نه. میشه چرا که نشه، از خداش هم باشه. خدای نکرده تب کنه شاید پرستارش تو باشی. عجب. خور کن کن زمون تا دهن میو. مرسی. کارمان نداری؟ نه دیگه. Would like so much. عجب so much. آفاق جون سرزربم گرفت. بخون درستو. آقای فرهاد پولکی. بله در خدمتم. ظاهرن داییتون از خودتون پولکی تره. البته بگم این پولکی اون پولکی نیست، این پولکی که با آچایی میخونن دهنشینیشه. ما ظاهرا جد بزرگمون کارخونه پولکی سازی داشته، برای همین فامیلی ما رو گذاشتن پولکی. اتفاقا اصلا مال ملان دنیا برای ما اهمیتی نداشت، یعنی جد در جد ما پولکی نبودیم. به خاطر همین هم هست که تا الان به اینجا نرسیدیم و در خدمت شما اینجا. ببین آقای پولکی، تا حالا داییتون چند تا شکایت داشته؟ برای چی؟ این خبر نداری؟ چیکار کرده؟ مردم رو سرکیسه میکرده. شرمندم، خیلی شرمندم. الان هم تورا که داشتم میادم پیش شما چند تا بچه ها به همین چیزهایی گفتن، گفتن باشه آبر ریزی گرفتینش. چرا میگه خبر ندارم؟ ادعا میکرده اینجا ارتباطهایی داره که میتونه برای مردم پلاک زوج و فرد تهیه کنه، در حالی که خود سیستم اینجا به صورت رندوم پلاک صادر میکنه. اون میگفته من این کارو میکنم و همینجوری هم ازش پول میگرفت. البته چون دفعه اولش بود ما براش تشکیل پرونده ندادیم، پول مردم رو گرفتیم و پس دادیم. ولی شما هم آقای فرهاد پولکی من بعد سعی کن هر کسی رو هر جایی معرفی نکن. چشم بفرم. من خیلی شرمندم. پولکی من کیه کی باشم که بخوام پول یکی دیگر دست بزنم؟ پول ندارم. ماجرای اون 10 میلیون پول پیش خونه ای که دایید میگفت چی بود؟ بفهم. ممنون. آجا این خدمت شما. زحمت شو بکشیم. خواهش میکنم. خدمت شما. متشکرم. زنده باشی. بله خیلی ممنون. خواهش میکنم. مبارک باشه. سلامت باشه.
بفهم. مبارکتون باشه. مبارک باشه. متشکرم. سلامت باشید. خیر ببینید. متشکرم. نادرش. شو. ببین من پس فردا چک دارم و همین الان واسه پس فردا چک کشیدم، روی پول حساب کردم و آره اون حله حاج آقا سفارشه لازم رو کرده. ببین فقط یادت باشه تو نامه بنویسی ضد آب و ضد آتیش. نه فقط ضد آب و ضد آتیش، همین کافیه. باشه، خدافظ. لباساتو کجا میبری؟ سعید، اینجا دیگه جای موندن نیست. مرد مومن، دایی جمع کرده، به تو چه ربطی داره؟ باشه، جایی که سرت پایین باشه و نتونی بالا بگیری جای موندن نیست. بلکن سعید، دستان بذار برم. مواظب خود باش مهندس. سعید، راحت باش، اون فراد صدا میکن. باشه فراد. فرشید، مگه دستم بهت نرسه؟ من قطع میکنی؟ باشه، یک جلسه نشونت بدم. باز رو من قطع میکنه فرشید، فقط دستمت برسه. راحتم. دست که برنجی گذاشتم. دست درد نکنه. بل بر بکشم آنه. نه من برنج خب دست درد. درد نکنه، اینم نمکش کافیه برای من. خیلی برای خودت سالا. نمک برای شما زرد. دست درد نکنه. سب کن. بده من جاسازو بده من نو نمک اوکی بیا ای کلک بده دست درم. بابا انگوش بدار من. چی بابا من گیر ندی؟ شما این عادتتو ترک کن که منم دیگه بد نگم. من که نتونستم تو غذا خوردن تربیتش کنم، مگه اینکه تو بتونی؟ بابا بابا با یه کار دیگه دارم، چه اینقدر عصبی شدی عزیز من؟ بابا من هم عصبم از بیرون خراب بودم. میگم که یه چند روز دیگه جوابای کنکور میاد. کنکور چی بابا؟ کنکور چی بابا؟ فوق لیسانس دیگه. مگه تو لیسانس گرفتی؟ بله، همون که پایان نامه دادم نیومدی ها. ای کینه. بله. ای کینه. ببخشید بابا جان. بار ببخش. قول میدم این دفعه برای دفعه فوق لیسانست بیام یک دسته گلم بیارم. ببین تعریف کن. ببخشید. خب، گفت چند روز دیگه مونده؟ یه دو سه روز دیگه. خب چی حالا برای چی بخ کردی بابا؟ میترسی قبول نشی؟ نه نگران اون نیستم. پس نگران چی هستی بابا؟ اگه یه وقت شهرستان قبول شدم چی؟ خب میره شهرستان. من برم شهرستان. بله. چرا نری؟
مگه اشکالی داره؟ من از اطلاعات بگم که همه این کشور در رو شاخ شهرستانی ها میگرد. دیگه این حرف رو نزنی بابا. خاطر اون نمیگم که خودم از خودم برم شهرستان از دست این تهران راحت کنم. اه چیه؟ همه شهرها خوب نگاه ملی داشته باش. تهران بسیار شهر خوبیه. قلب تپنده ایران رو باید. من تلویزیون سخنرانی میکنی آقه. ببین اصل دردش چیه. راست میگم. بله معذرت میخوام. اصل درد چیه؟ درد اصل اینه که خب من یعنی برم شهرستان شما رو همینطور ول کنم. خب بذاری برم. برو دنبال درسه. بدون من سختت نیست؟ چرا سخت باشی؟ بدون من شما سختت نیست؟ سختم باشی من هستم اینجا این شیط مامونی. دیدم. مثل شیر. مامونی جمعوری میکنم. مثل شیر. برو یک کهونه بردار بیار اینجا تمیز. نه خوب با همین تمیز میشه. با همین تمیز میشه. برو درس تو خون بعدم تو میخوای به پای مادر تو بشینی بسوزی و بسوزی تو نمیخوای شوهر کنی کو تا وقت شوهر من سو تا قطار نکش مادرت خدا بیامرزه میگو سال بعدش تو رو داشت ساله بازه تو بری من با خیال راحت یک وعده غذای درسته به دلی بخورم راحت نداره اون دی اینجوری اینجوری نکن نداره اینو من وردارم از اینجا قوت قلبشه آه این خالیه فرشید کجاست؟ مگه شما دوتا با هم نبودید؟ چرا با هم بودیم؟ گفت نمیدونم میره خونه که دوستاش چرا این وامونده تلفنش رو جواب نمیده؟ صد بار زنگ زدم چه میدونم حتما وامونده گوشش جایی جا مونده خودش سر شلوغه دیگه آخر این منو دق میده این همه تو اونه داره از این نمیدونی یه زوج پیدا بکنی زوج؟ واسه کی؟ واسه من باشته ففه دیگه یکی لگه خودش چی میگی مامان؟ هیچ کس نمیاد زن اون بشه. ولکن مامان. تو چته؟ هیچی. چرا دیگه؟ از وقتی اومده همچه آویزجونی. چیزی شده؟ نه من یکم خستم. چیزی نی. نه عزیز من خسته چیه؟ خسته چیه؟ چی؟ من تو رو مگه نزاییدم؟ من تو رو بزرگت نکردم. من میدونم درد تو چیه؟ چیه؟ تنهایی. خسته. این دل همدم میخواد. دل تا یه جایی میتونه تنها بره بعد دلش همدم میخواد دلش همدم میخواد پس چی؟ دلش همدم میخواد این دست همدم میخواد پا همدم میخواد گوش، چش، دماغ، قلب همه چی، همه چی دوتا آفریده یعنی همدم میخواد و تو حرف ما که باد هواست تو به گوش نمیگیری حداقل حرف دلتو گوش کن دل ضرر تو رو نمیخواد آها واسه من دوباره کسی خواب دیدی آها آهانو زغ نبود آهانو درد بیدرمو الان نمیفهم وقتی یک عمر درد تنهایی کشیدی بدن میفهمی تنهایی یعنی چی که اون موقع هم یک بیت سر قبل من علف سر شده ماما چی میگی؟ زبانتو گاز میگی؟ دوره این حرفا زدی؟ بچه جان خدا نکنه من بمیرم اون روز نبینم جونان دیگه نگو اینجوری ها روز دوباره کیو واسه ما دیده یه نظر استغفر ای بابا ای بابا بابا یدیه Thank you.
چجوری بگم دوستت دارم، چجوری بگم باور کنی که خیلی من دوستت دارم، چجوری بگم دوستت دارم. حالا بایستم تو نوکرم خوبی؟ آره من زنگ زنم جواب ندی نوکرتم. داداش مزنه دلار و یورو چنده؟ نه بابا مسافرت خارج کدومه، میخوام سرمایه گذاری کنم. دست بالام بگیر آقای بیل گیتس. دست بالام بگیر. اینو چه خبر؟ قربونتم میسم جون، من به زنگ میزنم قربونت برم. یه مزنه بگیر. چه خبر؟ حالم گرفته است، اعصابم خورده. دیشب تا حالا نخوابیدم. از فکر تو، از فکر بدبختی های خودم. خوب شد اومدی دایی. میگم ببینیم سوار موتور چی؟ خواستم برم پیش رئیس بلاک بیافتم به پاش. میگم داداش این جوونه، این کاری نکرده. همه تقصیر رو بندازم گردن خودم، تو بری سر کار، تو چرا باید پای منو بخوری؟ دوست دارم که بریم فرشید بس دیگه، انقدر فیلم بازی نکن، ببون دهنتو. تو چرا با زندگی من اینجوری میکنی؟ چرا نمیذاری تو این وان افسا من یه لقمه نون در بیارم؟ چرا نمیذاری آروم باشم؟ من فیلم بازی نمیکنم، من واقعا خوابم نبود. ناراحتیای من چه جوری زندگی کنم دست تو؟ اون خواهر تو، مادر بیچاره من، اون بدبختانه باید تو خونه استراحت کنه، برای چی باید بره سر کار؟ بابا خوبش به خاطر من تو حروم کرده. خب خواهر منم هست داد نزن اینجا، منو میشناسن. میشناسن میشناسن، چه بی آبرویی هستی. یه دقیقه میبریم اینجا با صحبت میکنم، آروم باش. آقا جون عقل با توئه، درست میگی. خب خواهرمه، اگه هر کاری برای من کرده خواهری کرده. خب تو هم براش برادری کن. چش صابخونه 10 تومن گذاشتی رو پول پیش خونه، تو خبر داری؟ اصلا داری بدی؟ بله خبر دارم، بی انصافه دیگه. وسط چنه زمستون برای چی 10 تومن میذاری پول پیش خونه مردم؟ فرشید من 10 تومن درخواست وام داده بودم، داشتم موافقت میکردم، تو گل زدی دوشم. آقا اینقدر عصبی نشو، من صحبت کردم با اسفندیاری، قراره به من وام بده. چیز میگی؟ چیز میگم؟ اسفندیاری به آدم کلاهبرداری مثل تو نگاه هم نمیکنه. فراد دیگه خیلی داری بی ادب میشی. من دایید برا چه خاکی تو سلام کنم؟ چجوری مامانم بدبخته میگه کار بیکار شدم؟ ها نه ده تا پول پیش خونه رو چیکار کنم؟ جور میشه نه کف خیابون دوباره پول میگردی؟ چجوری ده تا جور میشه؟ سب کن تو الان ده تا هم بذارم کف دستت مشکلت حله؟ آره بده همین الان بده. من همین امروز با سب ده تا هم ردیف میکنه. دایی فرشی، دایی آقا چیکار کردی؟ از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم، از قصد نمیگم دیگه از عشق بگیرم.